مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن همراه ما هستند. مقام های جمهوری اسلامی با لحن تندتری به مراتب درباره انتقام صحبت میکنند. آیا به نظرتون اظهارات اخیر اونها مصرف داخلی داره یا این بار روی مسئله انتقام جدیتر هستند؟ بله، اول من بگم اشتباهات محاسباتی اخیر حکومت، ساختارش، تصمیم گیریاش در واقع شما رو به نتیجه میرسونه که دیگه با قطعیت نمیشه حرف زد. یعنی موقعی ساختاری اینقدر اشتباه محاسباتی میکنه که تو یهو میبینید به پاکستان اتمی موشک میزنه و مغزش هم خطور نمیکنه که خوب جواب خواهد داد، چون اگر میکرد همچین اشتباهی نمیکرد. شما دیگه نمیتونید با قطعیت پیش بینی بکنید، ضمن اینکه حکومت با مسئله نفوذ مواجه هست، ساختاری که توش ریاکاری هست و نفوذ هست، طبیعتا اون هم باز با قطعیت نمیشه راجبش حرف زد. اما اگر اینا رو بگذاریم کنار، کلیت ماجرا نشون میده که به نظر نمیاد اونا بخوان درگیر یک جنگ جدی با اسرائیل بشن. مسئله دوم واقعا نفوذی که بهتون گفتم، یکی از در واقع دلایلی که حکومت تضعیف هم میکنه عرض کردم هم مسئله نفوذ. تقریبا در 10 سال اخیر تمامی عملیات های تروریستی سپاه قدس یا سازمان اطلاعات سپاه در برون مرز علیه منافع اسرائیل یا منابع یا شهروندان اسرائیل، ببینید قبل از اجرا شناسایی شده، دو رفته و نابود شده. یعنی شما از ترکیه بگیرید تا عملیاتی که اینا تو آفریقا داشتن، تا در واقع کشورهای حوزه مشترک المنافع، اینا همش قبلش لو رفته. همین نشون میده که نفوذش بسیار بسیار سطح بالاست. یعنی یه زمانی صحبت از اسناد محرمانه ایران میشد که ربوده شده، صحبت از این میشد که 5 بار در نطنز عملیات خرابکاری شده در محرمانه ترین امنیتی ترین جای ایران. الان صحبت از این میشه که در واقع امنیتی ترین شهروندان ایران مثل فرمانده اطلاعات سپاه قدس، یک در واقع ضریب امنیتی او منطقه باید از رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم بالاتر باشه. قشنگ جاشو میدونه کجاست و با ماشینش هم میدونه کجاست، به شلیک میکنه. و مسئله سوم نوع انتقام هست. تو شبکه‌های اجتماعی شهروندان شوخی میکنن، مسخره میکنن حکومت رو، میگن الان در انتقام یه موشک میزنه به اربیل، دو تا بچه میکشه. ولی واقعیت این هست، یعنی شما عملیات های انتقامی جمهوری اسلامی ادعاهاشو نگاه کنید در سالهای اخیر، از بعد از حمله به عین الاسد به این ور، یا مثل عین الاسد از قبل از سم کانال خبر داده که آقا ما دو تا موشک میزنیم بعد دیگه کاری نداریم، یا واقعیت این هست که جدی حمله کرده به اربیل یا دو تا بچه کشته واسه اینکه پوز بده بین اطرافش. بنابراین من تصور نمی‌کنم با این قضیه ایران بخواد وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه. میدونه اگر بخواد واکنششون بده اسرائیل سکوت نمی‌کنه، حتما حمله می‌کنه. اینا هم نشون دادن هم گفتن. اما با توجه به نفوذ، با توجه به مختل شدن شعور و حواس ساختار استبدادی و با توجه به مجموع شرایط، به هر حال با قطعیت نمی‌شه. و به هر حال اسرائیل به حملاتش ادامه میده. این دور تشدید حملات اسرائیل از یک طرف و تهدید به انتقام از سوی جمهوری اسلامی و اینها، در نهایت چقدر احتمال داره که به یک تقابل نظامی جدی ختم بشه؟ ببینید، خطر اساسا همین جاست. یعنی علت نگرانی ماها دقیقا همین جاست، به این خاطر که این مسیر تقابل، مسیر لجبازی خیلی ساده ممکن هستش که ناگهان از کنترل خارج بشه. جنگ های بسیاری در دنیا به همین سادگی رخ داده. یعنی یه کسی کاری کرده، یه دیوانگی کرده، بعد بلافاصله زنجیره واکنش ها تحت مقصد حکومت ایدئولوژی که کلی شعار و کلی خون میخونن، کلی رجس میخونن و بعضی وقتا عاقلانه فکر کردن بعضی وقتا براشون دشوار میشه. برای احتمالش خیلی زیاد هست. حکومت یک دستی بیشترش فشار نیروهای رادیکال تندرو، شاید هم بتونیم بگیم بعدا در بیاد که بخششون حتی نفوذی کشورهای دیگه بوده، همین هم اتفاقا حکومت رو خطرناکتر میکنه، به روابط پیشبینی‌تر میکنه. و مسئله سوم که بدبختانه این جنگ، این درگیری بین ایران و اسرائیل نیست، درگیری سپاه پاسداران، یه باند امنیتی اقتصادی فاسد با جامعه جهانی است. به همین خاطر روسیه بخاطر حتی در داخل کشورم تعدادی از نیروهای ملیگرا، حتی تعدادی از نیروهای نظامی ملیگرا به عنوان یک جنگ وطنی بهش نگاه نمیکنه. همین حالا شما زنجیره خطر رو، ریسکش رو بالاتر میبره. متشکرم از توضیحات شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بن آلمان.